بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-564-4278 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز تقدیم حضورتون میشه، همون شب از ساعت 10 تا 12 نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز جمعه که از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر ارائه میشه، در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 صبح پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید خانم. من دو تا مورد میخواستم راجب دخترم که اکتبر 5 سالش میشه با تو مشورت کنم. یکی راجب مدرسهشه که الان برای امسال به سینیور کیندرگاردن قراره بره. من داشتم فکر میکردم که اگر که کاتولیک سکول بفرستمش ممکنه یکم بهتر باشه، به خاطر نمیدونم، شاید به خاطر نگرانیامون برای دوران تینیجی و ایناش. منتها هرچی مثلا سرچ و اینا کردم رو اینترنت، جواب قانع کننده نه. سب کنید، چرا همچی؟ چرا فکر کنید برای دوران تینیجرش مال 10 سال دیگه است بهتره؟ نمیدونم، میگن که اولا سرکار خانم شما به من بفرمایید، میگن رو بذارید اونا زنگ بزنن. شما چه باوری دارید؟ از کجا اومده این باور شما؟ شما خودتون مسیحی هستید یا مسیحی نیستید؟ نه، من مسیحی. اگر مسیحی نیستید، فرزندتون رو بفرستید یه مدرسه مذهبی که دین دیگر رو راجبش حرف میزنن، مستقیم و غیر مستقیم؟ آخه این از اون تضاد رو میخواید چیکار کنید؟ مثلا تعجب میکنم از دوستان. اولا من این مسئله توی سیدیا آوردم سر کار خانم. مثلا فکر میکنم که به چرت و پرتی، بعدم شما نگران تینیجری هستید، به من بفرمایید پیروان ادیان و مذاهب از نظر اخلاقی و رفتاری بهترن؟ نه. خب پس چی؟ نمیدونم، میگم اخه مقیدترن یکم. شما یه تناب بگیرید دست و پای بچهتون رو ببندید. نمیشه که آخه مقید میشه. اینم شد هر آخه عزیز، ببینید شما، من همیشه تمنا کردم دوستانی که برای بچه ها تلفن میکنم مطمئن میشن بیسیک ها رو میدونن. اذیت نشید، من پشت فرمونشتم میگم فرمون چیه، گاز چیه، ترمز چیه. آخه من فکر بکنم که بچه من باید مقید بشه. مسئله انسان، بشریت، انسانیت با چی آغاز شد؟ شما که آنه میخواید بچه تو مرسید مثلا با آزادی. آزادی یعنی قید و بند. آیا ما آمدیم به این دنیا که در بند باشیم، مقید باشیم، محدود باشیم، دست و پا اونو ببرن، زبون اونو قطع کنن؟ اینا باید درست عکسشیم عزیز. تفاوت انسان به مفهوم آزادیشه. بنده عرض کردم چون معلومه من آشنا نیستید، تنها جشنی که باید برای بچه ها گرفت روزی که بچه به شما میگه نه، برای که میگن غیر از تو هم. مسئله فردیتشه، مسئله وجود و هستیشه. ما مسئولیم، ما آزادیم، ما موجودات اخلاقی هستیم. شما میخواید تو قید و بند ببریدش؟ مقید باشه. به چی مقید باشه؟ وقتی که من همچی بچه بخوام، بره درست میکنم، بنده درست میکنم و بره درست میکنم. اون وقت بردار و ارباب و گرگ سر کلهشون پیدا میشه. جهان رو در طول تاریخ این ماجرا به اینجا رسونده. البته شاید انسان با توجه به مراحل رشدش راهی نداشته، ولی موضوع اصلی و اساسی همکاری، یاری، آزادی، استقلال، انتخاب، درک واقعیت، علم، پذیرش مسئولیت، تا اینکه من یک کسی رو مقیدش بکنم و از اون طریق بخوام حفظش کنم برای تینیجری. به علاوه مگر این هیچ ولش کنی؟ نه عزیز، بیخ بدی. ببینید شما آدم نگرانی هستی. شما فکر میکنید که اگر بچه نره از خونه بیرون، دور برای شما باشه، سالمه. خب اینجوری هست که شما اصلا بریش میخواید بسش مدرسه، تو خونه نگرش دارید با خودتون. علاوه یه سوال خیلی جدی به من جواب ندید، ولی به خودتون بگید من خوشبختم.
سالمم، موفقم. اگر اینجوری هم میخوام بچه هم مثل خودم بشه، اگر نه بذارم یه چیز دیگه بشه. نه ببینید، آخه خب من تو محیط ایران بزرگ شدم، اون که ایران داره بزرگ نمیشه. چه ارتباطی داره با هم؟ نمیدونم. من که قرار نیست، چون اولا شما تو محیط ایران بزرگ شدید، فرزند شما قرار خوب بزرگ بشه، میخواد ایرانیش خوبش خوبه، بعدش هم بده، امریکایی خوبش خوبه، بعدش هم بده. ما چه کار داریم به این که در فرهنگ من یا فرهنگ امریکا یا ژاپن چی میگه؟ فرهنگ راه و روش است. سال دوم. مورد دیگه هم میخواستم نظر شما رو یعنی داشته باشم. وقتی که بچه من دنیا اومد، من افسردگی شدید گرفتم، بعد به خاطر مشکلات اقتصادی و اینکه تازه بالاخره مهاجر شده بودیم و مسائل کاری و این مشکلات، یک کمی از نظر عصبی خیلی روم فشار بود. خب بچه منم بالاخره کوچیک بودش، خیلی سخت باهاش برخورد میکردم، یعنی دارم میخواست مثلا بچه من یه بچه خیلی پرفکتی باشه، با اینکه حالا بچه بود. الان این احساس دارم که، یعنی این احساس دارم که ممکنه از من یکم بترسه، یا مثلا توی مدرسه اگر کسی بهش بگه من میخوام بزنمت، هیچ به معلمش و اینا هیچی نمیگه، یا اصلا خودش رو اکسپرس نمی کنه فکر میکنم توی مدرسه. بعد همش این احساس رو دارم که اینا همه به خاطر سختگیریایی بوده که من بهش کردم. حالا الان نمیدونم چی کار باید بکنم که یه کمی اون فشار عصبی یا اون ترسی که توش به وجود اومده رو از بین ببرم. نه ببینید عزیز، الان اصلا خوشحال نیستم از آنچه شنیدم. من و شما اگر مهاجرت میکنیم، باید یه مقدار اوضاع رو ارزیابی کنیم و مطمئن بشیم تصمیم درسته. اگر برنامه میریزیم که فرزندی داشته باشیم، بچه دار بشیم، باید بدیم شرایط مناسبه، حال روانیمون درسته، بیت اجتماعی مناسبه، از نظر اقتصادی امکان داریم. ما که تو زندگی قرار نیست بچه دار بشیم وقتی شرایط مناسب نیست. بعد از اون، من و شما اگر مدعی هستیم که فرزندمون رو دوست داریم، مثل هر چیز دیگه که دوست داریم، باید براش کار بکنیم، باید براش زحمت بکشیم. من اگر یه مادری به من بگه که من خیلی بچه‌هامو دوست دارم، همطور که بانوی ارجمندی مدتی قبل روی خط تلویزیون آمدن از کانادا تلفن میکردن و همینجوری تبلیغات که من چه مادری هستم و چه کردم و چه میکنم و تمام زندگیم فرزندم است و چنین چنان، وارد میدونی وقتی دوستان ما سخنرانی میکنن چه میگن. بهشون گفتم عالیه، من خیلی خوشحالم که همچین مادری در مقابل منه. اسم 200 جلد کتابی که درباره پرورش تعلیم تربیت خوندید به من بفرم. بعدم معلوم شد میدونستم جواب چی. هیچ. من مدعی بشم که میخوام فرزند سالم، شما که رفتید رو کامل، بار بیارم، من میخوام بهترین هواپیما رو بسازم که سریع ترین سرعت رو داشته باشه، بیشترین مسافر رو برای امن مطمئن که برمیخیزه و میشینه، هیچی راجع به موضوع ندونه، فقط چون خودم سوار هواپیما شدم، چون چند تا فیلم دیدم. ببینید عزیز، کار پرورش و تعلیم تربیت پیچیده ترین کار دنیاست، برای که به صدها عامل مرتبطه. تازه شما با یه انسان روبرو هستید، شما تو اتاق عمل وقتی جراحی مغز و قلب میکنید با یک شیء روبرو هستید، با انسان روبرو نیستید، با یه جزی از وجود این آدم روبروید. امیدوارم عزیزان متخصص در همه زمین ها فکر نکنن این حرف رو به خاطر که شاید مدعیم کمی 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 میدونم دارم عرض کنم. نه، شما نگاه کنید به یه کودک 1 ساله، 2 ساله، 4 ساله، 500 تا عامل تو زندگی او نقش داره. برای شما برخی از وقت درباره مسائل فیزیکی و مادی، حتی بدن انسان، ای بسا با یه دونه، با 2 تا، با 5 تا عامل کار داری. شما در این باره قرار بوده میدونستید، یعنی باید مطمئن بودید. و اگر به خاطر حاملگی که 10% از خانما دچار افسردگی میشن، البته اگر میشن 4 هفته بعد شروع میشه، اون چیزی که با نوعی
غم و اندو همراه است بیبی بلو بهش میگن، اون بلافاصله میاد، معمولا یکی دو سه هفته هم بیشتر طول میشه، میره حدود 80% خانم‌ها داره. عملا آدمی که زمینه و ظرفیت افسردگی داره تا خودشو معالجه نکره نباید بچه دار بشه، برای که اون یه بار دیگری است. ماشینی که همینجوری نمیره، حالا یه تون بار دیگه هم روش بذاریم، خب لاستیکاش هم میترکه. بعد از اون آمدید، بعد اومدید خواستید به بچه سختگیری کنید، چیزی که کودک انسانی میخواد مثلا بین 1 تا 3 سالگی اون زمانی که حرکت مال یاختی 2 ماهشه 4 ماهشه که قصه فرق میکنه، اون سه چیزی که بچه رو میسازه و ویران میکنه، یک آزادیشه، دوم خجالت ندادن و احساس بد بهش ندادنه، و سوم مواظب عمل مدفوع و ادرارش باشیم که اون میتونه مغز رو به هم بریزه، برخورد درست گرفتارش نکنه. اگر ما این دو سه چیز رو رعایت نکنیم بین 1 تا 3 سالگی، بچه لجباز میشه، عصبانی میشه، افسرده میشه، مضطرب میشه، به مرحله وسواس میرسه، کینه‌توز میشه، بدجنس میشه، بسیار میتونه مرتب و منظم باشه، بسیار میتونه تمیز و پاکیزه باشه، شک و تردید زندگی میکنه، با احساس بد راجع به خودش زندگی میکنه، احساس شرم و خجالت میکنه، زمینه برای احساس گناه بین 3 تا 6 سالگی پیدا میکنه، خسیس میشه، خوددار میشه، خودشو ابراز نمیکنه، هرچی بتونه خودش و دیگران رو محدود و مقید میکنه. این آسیب 1 تا 3 سالگی، یعنی شما توی آدم 30 ساله 40 ساله 50 ساله هر وقت اینا رو دیدید به این نظر برسید که احتمالاً توی این آدم بیشترین دلیل این حال 30 40 50 سالگیش اون 1 تا 3 سالگیش 14 تا 36 ماهگیش. خب ما اینا رو امروز میدونیم و توش هم تردیدی نیست، اون وقت من و شما بدون توجه به مسئله آزادی بخوایم بچه رو کامل بارگه میدونی، یه کودکی رو بزرگش کنیم، انسان بزرگش کنیم، آداب معاشرت بلد باشه، حرف بهش میزنیم اطاعت کنه، تبدیلش بکنیم به یه ماشین، سویچش رو بزنیم خاموش روشن، فرمون باشه بپیچیم از ور بریم بر از اون ور، خب بعد دست کی میدیمش؟ شما مادرید که تازه همه چیزهای خوب رو برای بچه تون میخواید، دست دیگرانی که ازش خوان استفاده و سو استفاده میکنن چجوری میشه؟ او رو نداد، یا اگر دادید بعدن خب فرمان بردار و مطیع اوناست. همونی که عرض کردم بردار و ارباب و گرگ تو دنیا فراوونه، بره اگر پیدا شد میبرن و میخورنش. بنابراین مسئله انسان مسئله جدیتر از اینه. آنچه که در طول تاریخ بوده ترس و تنبیه و کنترل بوده، میترسونیم بچه رو، تنبیهش میکنیم و کنترلش میکنیم برای که درستش کنیم. از هر 1000 تا آدم حتما 999 تا رو بیمار کردیم. در دنیا امروز اسمش پرورش و تعلیم تربیته. پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشده، یعنی موجودی در رشد بکنه. من شما مواظب بشیم، ما پشت فرمون میشیم، با موتور اتومبیل کاری نداریم، ما یه دانه میکاریم صبح تا غروب که دانه رو در نمیاریم، هی توش سیخ و میخی کنیم ببینیم چه هست، میذاریم رشد بکنه. اینا قواعد شناخته شده است عزیز. تمام این قواعدم به نظر من تو 100 ساعت میشه همه یاد بگیرن، برای تولد تا 20 سالگی. من تو 65 ساعت از تولد تا 19 سالگی اومدم. فکر نمی کنم اگر بقیه دوستان و آگاهانی که تو این زمینه هستن هر جای دنیا جمع بشن بتونن 35 ساعت دیگه بهش اضافه کنن. به عنوان کلی 100 ساعته. من میخوام 20 سال بچه‌مو بزرگ کنم، 100 ساعت وقت ندارم براش بذارم، سالی 5 ساعت. اینا اومده عزیز، مقدمات چو میدونیم، ماجرا ماجرای پیچیده ایه. این افکار و عقایدی که شما بهش اشاره فرمودید، اینا یه مقدار باورهای پا به جای بسیار نابجاست. کودک انسانی قرار محیط امن و امانش خانش باشه، از همه جا بگریزه بیاد خونه، آغوش پدر و مادرش گرمترین و امنترین منطقه باشه که به اونجا بیاره. اینه که بچه ها خودشون رو رها میکنن. وقت من حالا یه کاری بکنم که او از من بترسه، پنهان کنه، دروغ بگه، وانمود کنه، تظاهر کنه، حسش رو ابراز نکنه، احساسش رو بیان نکنه، راحت گریه نکنه، راحت خنده نکنه،
راحت مخالفت نکنه، راحت سوال نکنه. اگر این کارو نگذارم بکنه که از پادرش خوردم، یعنی یه پرنده است دست من دادن گفتن این دونه دونه پر و بال در میاره، من گفتم باشه میشنم کنارش، تا یه پر در بود کندم، آخر کار کردمش به یه مرغ پرکنده مقید که اصلا حرکتی نمیکنه. بعدم چون نگرانم شد با پاش این ور اون ور بره، پاشم ببندم که این دور بر من باشه، گم نشه، آسیب نبینه. ما بچه‌مونو باید برای دنیای امروز تربیت کنیم و اصلا مسئله این نیست. نه کودک انسانی مشکلی داره و گرایشی به سمت بدی و بستا زشتی و انحراف داره، بلکه تعلیم و تربیت به راه درست، به همطور که ما فارسی یاد میگیریم، پیانو یاد میگیریم، فوتبال یاد میگیریم، چه دلیل داره که چیزای خوب یاد نگیریم؟ و این کاریست که وظیفه پدر و مادره. پدر و مادر آموختن کار خوب بچه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. و بعدم کودک قرار کودکی کنه، انسانی که در کودکی کودکی نمی کنه، بچگی نمی کنه، در بزرگسالی باید کودکانه زندگی کنه، با ترس، با افسردگی، با خشم، با احساس گناه، با احساس خجالت، با عدم اعتماد و اطمینان به دیگری، با بستن، با زندانی کردن خودش و دیگری. امروز دنیا تو این زمینه عوض شده. کار پرورش و تعلیم تربیت موضوع اصلی است و همجاست که بنده بارها عرض کردم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه، هرگز. ما از یه مشکل به یه مشکل دیگه، از یه موضوع به یه موضوع دیگه میریم، مگر اینکه 8 سال اول کودکی سالم و درست باشه که بچه ها آسیب نبینن. و این موجودی که غالب اوقات طبیعت به درستی و تکمیل دست ما داده، ما برسونیم به 8 بعدم 18. دوم عقل و خردگرایی، یعنی استفاده از علم و عقل و اخلاق و پذیرفتن مسئولیت در ارتباط با واقعیت، اون اساس کار زندگی ما باشه. اینجوری باشه بردیم، و الا کودکی به هم ریخته گرفته. چه میتونید بکنید؟ بلا فاصله هر چه زودتر عمر بیاموزید. من بخش اول رو بردم، از جای دیگه میتونید منابع خیلی بهتر از کار منم، ولی اون چون میشناسم عرض کنم. بخش اول فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت، تولد تا 3 تا 7 که به شما مرتبطه، این 3 تا قسمت رو یکی دو بار بشنوید یا ویدیوشو ببینید و بعدا برمبناش عمل کنید. ولی الان خیلی ساده است، به فرزندتون اجازه میدید، آزادی میدید که انتخاب کنید، حتی انتخابایی که شما دوست ندارید و درست نمیدونید، مگر اینکه بد و غلط و خطرناک باشن. بد و غلط با ملاکای انسانی علمی جهانی، نه اینکه من بد میدونم. و بعد وقتی به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، اونجاست که این دو جاست که پدر مادر میان، این دو تا خط اینوری است که بچه توش آزادی داره، هر کاری میخواد بکنه، نه کار بد غلط خطرناک میکنه، نه به حریم حقوقی کسی تجاوز میکنه. این وسط هر کاری نمیخواد غذا بخوره، نخوره، نمیخواد با این بازی کنه، نکنه، نمیخواد این کارو بکنه، نکنه، میخواد اون کارو بکنه، بکنه. و بعدم حتی باید بهش اجازه اشتباه بدیم، مهربانانه کمکش کنیم که کاری که میخواد بکنه بکنه. تو این چیزای جزئیه که همه اهمیت، بعد خودش متوجه بشه یا نشود. خیلی از اوقات ما متوجه میشیم، ما اشتباه میکردیم، ما کار کنارش هستیم. شما تبدیل بشید به دوستش، تبدیل بشید به همبازیش. اگر تبدیل به این شد، بله، اگر یه آدم اون بالا ایستاده که فرمان میدید، دستور صادر میکنید، خوب و بد مشخص میکنید، بکنه نکنه، باید و نباید، بچه از پا در میرید، دونه دونه پرار میکنید، میندازیدش کنار خودتون. بله، دنیای امروز نیست عزیز. ما در دنیایی زندگی میکنیم که به بچه ها با در حد توانشون آگاهی و دانایی و مهارت ها رو داد و بهشون اجازه داد که زندگی کنن تا بتونن اون شور و شوق و هیجان رو تو زندگی پیدا کنن. بله، تبدیل میشن به مایی که با افسردگی و استراب و خشم و استرس و احساس بد و احساس گناه و احساس خجالت و عدم اعتماد به اطمینان به خودمون و دیگران با زندگی کنیم. نه، تو این زمینه بدونید عزیز، حرفایی که به من میزنید نشون دهنده این است که من و شما وارد یه شهر شدیم، هیچی راجع به این شهر نمیدونیم. حالا برای همه چیز که حتی یه آدرس یه محل گیریم و گرفتار، تازه یه دفعه متوجه میشیم مثل که زبونی هم که اینا صحبت کنن زبون دیگه است. من پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از برنامه خوبتون. لطف دارید عزیز، خواهش می‌کنم. بیننده ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
جولای آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 جولای کلن، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 جولای هامبورگ، جمعه 13 جولای گوتنبرگ، شنبه 14 و 15 جولای استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه 16 و 18 جولای لندن، شنبه و یکشنبه 28 و 29 جولای ونکوور. کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. همچنین می توانید با تلفن 300-926-5026 اطلاعات بیشتر را دریافت کنید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه کنید. با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظارگر برنامه ها از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر انجی سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می‌دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در انجی. Maybe you should check your math. Hey there. Hey, boss. Let's see what you got. Maybe you should check yours. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که همین یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو در تالار خانوادگی صوفی در شهر سن دیگو خواهم داشت. بنابراین همین یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر در سن دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس در تالار خانوادگی صوفی، ورودی این کنفرانس $30. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا و بعداً ونکوور کانادا هستن میرسونم که بعد از سفری که در پیش دارم، روز جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود و یک کنفرانس خواهم داشت و از این به بعد تمام شهرهایی که در خدمت دوستان هستم دو کنفرانس، یا 2 تا 5 و 6 تا 9، یا 3 تا 6 و 7 تا 10. بعد از اون روز شنبه هفتم دوسلدورف هستم، یک شنبه هشتم آمستردام هستم هلند، دو شنبه و سه شنبه نهم و دهم در کلن هستم، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه 16 و 18 در لندن، و 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن، یا با تلفن 310-926-5026، و یا اگر در آلمان تشریف دارن، یا اگر دوستان در آمستردام هلند هستند و از خارج از آلمان تلفن میکنن، کپته 2049 رو باید بگیرن. شماره تلفنی که هست، البته مال داخل آلمان، 0-15-15-29-05-555. همچنین اگر در اطلاعاتی برای گوتنبرگ و استکهلم میخواید در سوئد، 0-73-69-364. امیدوارم از مراکز محلی هم اگر لازم بود اطلاعات که هست دریافت کنین، ولی به این تلفن ها میتونین زنگ بزنین. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود، بنابراین جایی توزیع نمیشه، فقط کافیه چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. ضمناً چون بیننده هم پرسیدن، سی دی ها و دی وی دی ها هم مقدارش بنده با خودم دارم که میتونم تقدیم حضورتون کنم. با بیننده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر. سلام، خواهش می‌کنم، بفرمایید. من از ایران تماس می‌گیرم. بعد الان مدت تقریبا یک سال است که با آقای آشنا شدم، بعد الان تو مرحله خواستگاری هستیم. بعد راستش ما در مورد ازدواج که با هم یه صحبت می‌کردیم، در مورد مثلا چیزایی که باید تفاهم داشته باشیم طبق چیزایی که شما گفتین مشکلی نداشتیم، ولی مشکل اصلی این آقا هست که راستش دچار یه نوع افسردگیه که الان تقریبا میشه گفتش که چند سالی از درگیرش هست. بعد اول من فکر میکردم که شاید مثلا به خاطر چون مثلا که ایشون یه مدت تقریبا میشه گفت 7-8 سال فکر میکنم که 8-6 مصرف میکردن، بعد گذاشتنش کنار. بعد من فکر میکردم که شاید مثلا دلیل این افسردگی هاش به خاطر اون هست، چون چیزاشو که عوارضش که دیده بودم یه حالتهای مثلا بعضی وقتا حالتهای توهمی و اینا، فکر میکنم که به خاطر مصرف چیز باشه که البته الان دیگه مصرف نمیکنه. ببخشید، نه سب کنید. حالا اظهار عقیده درباره این که هشیش موجب افسردگی میشه شما نکنید. به من میگید توهمی ایشون، سب کنید یه ذره، نه مسئله با مخلوط نکنید. بله ایشون اگر همین چیزش درسته، اینا که با هم درستی، به من بگید داستان توهم، سب کنید، داستان توهمی چی بود؟ ماجرای توهمی، توهم که یعنی راستشو بخواین یه جورایی از بعد سنی، یعنی داییش آدمی بوده که توی مثلا مطالعات فلسفی رو نداشته، بعد توی سن پایین از طریق اون وارد اینو مطالعات شده. بعد همیشه یعنی میگفتش که اصلا علت اصلیه که رفته به سمت مواد برای اینکه فکر نکنه. میگفته که همیشه خیلی فکر میکردم،
همش فکر میکنم که ما برای چی به وجود اومدیم، چرا برای چی با زندگی کنیم، اصلا هدف زندگی چیه، فقط زندگی همینه، مثلا خوردن و خوابیدن و کار کردن و اینا، یعنی مثلا یه دنیای بالاتری وجود نداره. یه بعد راستش رو بخواین میگه مدتی بود که من تو داشتم تو اینترنت مطالعه کردم. نه سب کنین سرکار خانم آخه شما ماشاءالله همه چی میدونید، من نمیدونم. نه ببینید عزیز، اولا من نفهمیدم چرا آدم اگر بره تو فلسفه ای با ایراد داره. شما در دانشگاه ها از جمله دانشگاه های امریکا و ایران، دانشگاه تهران، بخش فلسفه دارید، اینا برای توهمه. حالا اون که دومی که من چون سوال میکنم که من برای چی به وجود اومدم یا مثلا کجا میرم، بعد میخوام فکر نکنم. مگر انسان میتونه یه آن فکر نکنه؟ همه ما همیشه داریم فکر. این یک. حال مراجعه میشه. آره، اون خیلی فکر میکنه. سرکار خانم اذیتم نکنید دیگه، قربونتون برم. شما یه ذره، شما که بس که از ایشون بیشتر توهم دارید، یه ذره صبر کنید. زیاد فکر میکنه چی داریم؟ مثلا دلا فکر میکنه. ممکنه من بفرمایید شما یه لحظه شده به چیزی فکر نکنید؟ اون اصطلاحی که دارید، نقص که نمیتونه فکر نکنه. مثل که بگید من یه موجودی هستم، بعضی وقت زنده نیست. صبر کنید عزیز، زیاد فکر کنید راجبه یه موضوع فکر میکنه، ولی زیادیشون فکر نمیکنه. بعدوه ممکنه من بفرمین اگر من بشینم 60 میلیون ساله بگم ما برای چی وجود اومدیم، ما برای چی به وجود اومدیم، این فکر کردنه. بعدوه جواب میخواید چی بگیرید؟ یعنی شما میخواید برید بشینید اگر باور دارید در این نداری خدا، و بگید خدا چرا خلقت رو به وجود آورد. مثلا این سوال اینقدر کودکانه که فکر کنم مثلا سوال مطرح کرد. این سوال شد که من بگم من میخوام برم جای خدا، تازه خدا رو یه چیزی مثل انسان بگیرم که بپرسم چرا. آخه یه ذره فکر کردیم که آخه اینا موضوعیست که یه لحظه آدمش بگوید متوجه میشه احسای اینا موضوع من نیست. مثل که چرا آسمون مثلا اینقدر فاصله داره با اصلا اگر هست که نیست، یا مثلا چرا زمین این اندازه است. مثلا کی برای شما جواب داره؟ چرا قد آدم ها اینجوریه؟ یا چرا چشم اینجوری کار میکنه؟ ببینید عزیز، اینا برخی از اوقات علامت بیماریه که من افتادم سر این موضوعی که سوال غلطه، هیچ کس هم که براش جوابی نداشته. پس شما با یه آدمی روبرویید که خودش رو درگیر موضوعی میکنه، بعد بهانه میاره چون من این سوالات رو داشتم که خدا چرا دنیا اینجوریه، بعد رفتم حشیش کشیدم. چه ارتباطی با هم داره؟ بهانه است که آورد. نه الان دیگه مصرف نمیکنه. نه منظورم که آخه الان هم همینطوری هستش باز، یعنی یه روز مثلا حالش خوبه، فعالیت روزمرهشو داره، اما یه روز اصلا حال بلند شدن از رخت خواب نداره. بعد یه جوری یه حالتی هم برش پیش اومده که حتی مثلا شبا خوابش نمیبره. یعنی البته از فیزیکی بدنش یه جور عادت کرده، چون چند سال متمادی به خاطر هم مصرفی که داشته صبح مثلا ساعت 4-5 صبح میخوابیده و 10-11 بیدار میشه، دیگه توانه این که مثلا شب به موقع بخوابه نداره. بعد به همون خانم مشاوری که شما معرفی کردیم تو تهران، ما باشون در تماس بودیم، بعد یه دکتر روانپزشک تو تهران معرفی کردن که پیششون رفتیم. ایشون هم مثلا یه سری داروهایی دادن که مثلا مثل برای خوابشون، مثل گاباپنتین و بعد یه سری دارو هم مثل پرفنازین و والپارات سودیوم اینا رو بهش داده. بعد نمیدونم، میخواستم ازت سوال بکنم راستشو بخواین، یه جورایی میگم چون دوتا داییش هم اینجوری بوده، بعد یه خودش هم گرایش به خوندن کتاب صادق هدایت یا مثلا نیچه اینایی که یه نمیدونم حالا صحیح یا نه، ولی من خوندم اینا مثلا یه جورایی حالت شیزوفرنی داشتن. نه نه سرگاه خانم، آخه قربونتون یه سارق ده کنید، نه صادق هدایت اسکیزوفرنی داشته نه نیچه، اذیت نکنید. آخه ببینید شما که نمیتونید بگید مثلا یه بدنی است که چیزی بگن قلب یه ذره چیز قرمز توشه، بعد بعضی از اوقات مثلا آدم یه چیزایی میخوره، بعد مثلا بعد یه جوری میبینه مثلا بدنش گرم میشه، بعد یه رامیو. آخه عزیز اینا که اظهار نظر نشد، شما آمدید یه آدمی رو برای من دارید توصیف میکنید که اینا برای شما ناشناخته است. اینا ذره ذره برید معلوم میشه که چه خبر است. بعدم داستان دایی و ایشون رو با شما، موضوع خود ایشون رو هم بهش توجه لازمه که حالا داییشون هم باش مخلوط بکنید. نه قربونه، این نگاه کردن
ببین عزیز، این مثل که من و شما بریم یه مغازه جواهر فروشی رو با یه مغازه میوه فروشی قاطی کنیم، بعد بگیم ای اینو نگاه کن این چه برق میزنه، ای این که خب براق‌تره ولی بخور ای چه خوشمزه بود. بعد فکر کنیم مثلا جواهر و نمیدونم میوه و اینا خب یه چیزن دیگه، برای که بیرون حرفاتون از این قبیله قربونه. من نمیدونم شما ای به من میخواید بگید که صبر کنید شما ای به من میخواید بگید که شما خیلی در این باره کم میدونید، متوجه هستم. نه من راستش بخواهد مثلا خودش میگفتش چون به خاطر همین حالتهایی که داشته میگفت همش یه جوری سرگردون بوده، بعد حتی مثلا نتونسته مثلا دانشگاهشو کامل بره، بعد به خاطر همین مثلا راستش یه جوری مثلا دنبال یه راه چاره میگرده. البته الان که یه سری داروها رو مصرف میکنه مثلا برای خوابش خیلی بهتر شده. بعد راستش بخواهید بعد چون مثلا اومدن خواستگاری بعدم قرار شده که مثلا با هم ازدواج کنیم، میخواستم که ببینم که اگه ما مثلا عقد بکنیم به نظر شما فشار روش بهش فشار وارد میشه، یعنی که مثلا این قضیه رو کشش بدیم چیکارش؟ آخه سرکار خانم من نمیدونم، ببینید یه زمانی هست که من هدفم اینه که بیام خونه شما، حالا ساعت 7 باشه 2 باشه میام، شام بدید ندید میام. یه زمانی هست که نه، من فقط میام به این شرط یا فقط این زمان. مثلا میدونم شما چیزایی که به من میفرمایید عزیز، اسپین یه نوع در تاریکی آدم تصمیم برای اینکه چه چیزی کجاست یا کوچیکه یا بزرگه یا خوبه یا بده بگیره، این حرفایی است که از این قبیل میزنید. یعنی شما دارید به من پیام میدید عزیز که من در این باره درباره انسان، موضوعای انسان، مسائل انسان خیلی چیزی نمیدونم، فقط یه چیزایی میبینم. یعنی این مثالی که راجع به بدن زد، ایشون هم که دو تا نکته، یکی این که همین حرفا رو یه ذره بدتر داره میزنه، دوم این که شما رو برای این رابطه انتخاب کرده. یعنی مثل این که من بخوام ماشین بخرم برای مثلا این میزو بخرم بگم خب میشه روشم نشست، ولی آخه این ماشین نیست. ببینید عزیز، برید پلوی کسی این مقدار بیشتر باید بدونید. اسم اینا بودن با همه، مثل گفتگوی پراکنده ایست که الان من و شما با هم داریم، ولی جهت نداره، هدف نداره و تو دنیای امروز دیر یا زود سر اون به سنگ میخوره. یعنی من اصلا کاری ندارم به این که درباره ازدواج، من نمیدونم ازدواج چیه، ازدواج این که یه زن و مرد چون یه بدن متفاوت دارن، یه نیازهای خاصی دارن که یه مقدارشو میتونن از طریق هم ارضا کنن، خب میخوام با هم باشم، میتونم بفهمم. منم مثل من شما که گرسنه میریم توی رستوران میشینیم غذا میخوریم، ولی ماجرای ازدواج خیلی بیش از این اطلاعات میخواد. و شما دوتا این حرفو میتونم بزنم، ممکنه دلتون بخواد با هم ازدواج کنید، به منم مربوط نیست، ولی به درد خودتونم نمیخورید، حالا به دردی یعنی شما حرفایی که من میزنید یه چیزای همینجوری به اوضاع نگاه میکنید عزیز. و به نظر من و پیشنهادی که به بقیه دوستان دارم، اشکال ندارم، منم تو هزار مورد دیگر مسائل جهان هیچ چی نمیدونم، یعنی اصلا نمیفهمم موضوع و مسئله چیه، ولی ما حداقل به عنوان یه انسان قرار درباره خودمون چیزی بدونیم. و به همین دلیل است که من یه پیشنهادی خدمت دوستان دارم که بابا جان راجع به جنبه‌های مختلف انسان بدونیم، این بدن چجوری کار میکنه، ماجرای حس ما چیه، احساس ما چیه، تخیلات ما چیه، تفکرات ما چیه، موضوع مسئولیت ما چیه، واقعیت چیه، دنیای علم چه خبره و چیزهای مختلف، و این تو رشته‌های متفاوت همه آمده. به همین جهت است که من فکر میکنم مسائلی که شما مطرح میکنید اصلا من هیچی نمیده. بازم میدونم از این جمله خوشحال نیستم که عرض میکنم، ولی چون پنهان نمیتونم بکنم، دلیلی هم برش نمیدم. من اگر یه کسی میامد یه حرفای شما رو برای من میذاشت، میگفت خب حالا نظر راجع به این خانم چیه برای ازدواج، میگفتم مثلا چه ارتباطی ایشون با ازدواج داره. یعنی من شما رو هم با این حرفایی که میزنید آماده نمیدم. بعدم شما با این موضوع و مسائل خب دور اینا میچرخید، ولی البته اذیت نشید، برخی از وقت ما غیر از این چیزی نداریم. یعنی من آدمای دور بر من و بقیه همینه، سختمه، ولی بازم میگم فرض کنید من برم تو افریقا، همه گرسنه، همه یا اون قسمت هایی که هستن همه دارن اینجوری از همدیگه میدوزدن، همه منتظرن یک کسی بهشون کمک کنه، همه این ور اون ور میرن شاید
از این درخت یه چیزی پیدا کنن، از اون زمین یه چیزی پیدا کنن، یه حیوانی رو بکشن، یه حیوانی مرده از گوشتش استفاده کنن. خب اسم اینا نه زندگیه، نه تغذیه است، نه واقعا یه مسیر رشد و تکاملی رو برای انسانی که ممکنه به وجود میاره. یه فقره، یه کمدانی و نادانیه. ما بسیاری از فرهنگ ها و جوامع درباره موضوعی مهم و اساسی خیلی کم میدونیم. یعنی شما الان برای من یه فردی رو داری توصیف میکنید که احتمالا افسردگی دارن، بدبینی دارن، موضوع اعتیاد داشتن، خطر بی نظمی و بی ترتیبی هست. یعنی شما خیلی راحت مثلا استدلالی که فرمودید ایشون تا ساعت 4 و 5 صبح چون بیداره بعد شب نمیتونه زود بخواب. خب آخی عزیز، فاصله میانه خوابیدن و 15-16 ساعته. خب مگر من تا ظهر میخوابم، خب تو 16 ساعت بعدش نمیتونم بخواب، میشه فرض کنید 4 صبح. ولی اگر من آمدم صبح ساعت 8 بیدار شدم، 16 ساعت بعدش در حقیقت میشه 12 شب. یعنی این بدن مرتب و منظم میشه باید بخواب. حالا چرا ما شبا بیداریم؟ برای که شبا تاریک، مسئولیت نیست، بیشتر خوابیدن، میتونیم دیده نشیم، میتونیم یه کارایی بکن. برنامه هم برای این تنظیم شده، بنابراین میشیم شب بیداران. روزا چرا میخوابیم؟ برای که حوصله کار نداریم، حوصله مسئولیت نداریم، تو نور نمیخوایم باشیم، دیده نمیخوایم بشیم، نمیخوایم کسایی رو ببینیم، میخوایم از اونا بگریزیم، بنابراین میشیم شب بیداران روزخواب. و الا من که قرار نیست روزا که باید کار کنم و فعالیت کنم و بدن براش آماده است، شبی که قراره بخوابم، مثلا خورشید غروب میکنه برای که ما بخوابیم، با خواب اوست که امنیت و آرامش پیدا میکنیم. قرار اون نور نباشه تا مغز ما بتونه آروم بگیره. حالا من قاعده رو به هم بزن، یا درست مثل مواد مخدر، من اینقدر تریاک بخورم میمیرم، من بیام زرزره بکشم یا بخورم بعد از اون دیگه نخورم میمیرم، خب من میتونم همین چیز خودم عادت بدم. بعد اگر من اومدم یه داستانی برای خودم درست کردم که ماجرای خواب من اینه، خب درست پس که من میگم سرمو میزنم به دیوار، از اینجام خون میاد. خب یه سوال اینه که برای چی میزنی؟ برای چی میزنی؟ ایشون بیاد بگه که من با درس مسئله دارم، با کار مسئله دارم، برای که اینا معمولا فعالیت های روزانه است. علتش اینه که شبا تا 4 صبح بیدارم، بعد مثلا ناچار تا 11-12 میخوابم. خب مثل این است که قطاری داره میره، هواپیمایی داره میره، من نرم فرودگاه یا ایستگاه قطار، خب میمونم، اونا رفتن رسیدم، من نرسیدم. وقتی که مسئله به این آشکاری رو ما میایم تبدیل میکنیم به اخلاقمون یا عاداتمون، یه ذره مسئله است. من فکر کنم عزیز بایی که صحبت کنین، میخواید ازدواج کنین، به من مربوط نیست، ولی ازدواج شما دور همین زندگی خودتون و ایشون دور خودش چرخیدنه، یه مزایایی داره. پاسخ مشخص، معمولا من برای خودم یه مقدار تصمیمایی میگیرم، انتخابایی میکنم، هزینه‌هاش هم میپردازم، ولی وقتی با یه کسی دیگه شد، حالا فشار و مسئله او روی من میاد. بنابراین ازدواج دوای هیچ دردی نیست، هیچ، مخصوصا تنهایی. آوردن بچه دوای هیچ، حل مسئله مشکل زندگی هم. بنابراین اگه دنبال حل مسائل مشکلات زندگی دونستی، ازدواج راهش نیست. اگر نه بقیه چیزا سر جاش، خوب درسته، اینم میخواید به عنوان تاج و گلش به اون سبدی که دارید بزنید، خب انتخاب شماست. ولی من در شما هیچ کدوم، نه ایشون رو به صورتی که شما گذاشت بیده، حرفای خودتون میزنید، برای چیزی که از توش ازدواجی در بیاد نمید. اینه که صحبت کنید، مطمئن بشید که ذره حالتون بهتر شده، اون وقت بعد هر کار دلتون خواد بکنید که چنین خواد. برای خوشحالم با تون صحبت کرد. دستتون ندارم، ممنون، متشکرم. خواهیش بود. رازها و نیازها بفرمایید. الو، های دکتر لکویی. جانم بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خواهش کنم بفرمایید. من یه مشکلی داشتم، میخواستم صحبت کنم درباره اینکه من میخوام از ایران مهاجرت کنم برم خارج کشور. بعد شما چند سالتونه؟ ببینم که از نظر جان شما چند سالتونه؟ من 18 سالم. دیپلمتونو گرفتید یا نه؟ دیپلممو بله، امسال درسم تموم شده گرفتم. درساتون خوبه؟ بعد متوسطی چگونه ای؟ درسام خوبه نسبتا.
چرا در ایران نمیخوای درس بخونی؟ برای که از نظر شرایط خانوادگی و از نظر شرایط مذهبی نمیتونم ادامه تحصیل بدم. اون وقت چه امکاناتی از نظر اداره مهاجرت و بعدا از نظر مالی دارید که بیاید به خارج از ایران؟ چون دو شرط اصلی که این نباشه همه چی به هم میریزه. یک، من بتونم یه جوری از نظر قانونی یا به هر حال به نوعی که بعدا به من اجازه اقامت میده عمل کنم. دوم، امکانات اقتصادی داشته باشم که بتونم زندگی اقتصادی و مالیمو بچرخونم، برای که تو این کشورها کسی نیومده به من چیزی که میخوام رو بده. اون دوتا چجوریه؟ از نظر راهی که بخوام بیام، یکی دو تا از داییام اونجا هستن، برای که بخوام اقامت کنم مشکلی نیست، میتونم اقامت کنم، چون تا 3 ماه دیگه میتونم از کشور خارج بشم. ولی از نظر اقتصادی وضعیت خانواده‌ام متوسط، خیلی خوب نیست که بتونن کمکم کنن. خب اون وقت خود شما با توجه به گفتگویی که با دایی‌ها کردید به این نتیجه رسیدید که امکانات مالی هست که شما حداقلای زندگی رو داشته باشید؟ من دوست دارم خودم زندگی مستقل رو انجام بدم. خودم دوست دارم بیام اونجا کار کنم، درس بخونم، خودم رو پای خودم باشم. خواخه ببینید عزیز، اولا این کار یک باید ممکن باشه، دو من حاضر باشم هزینه هاشو بدم. یعنی اینکه من اگر شما فکر کنید ظرفیت و توانشو دارید که بیاید اینجا مثلا روزی 6 ساعتی درس بخونید، روزی 6 ساعتی هم کار بکنید یا چیزی نزدیک این، اگر البته اجازه ورود و ملاقات و یا شرایط و ورود رو به شما بدن، خب آماده باشید برای چند سالی روزی 12 ساعت 14 ساعت درس بخونید و کار بکنید. برخی از کشورها با توجه به وضعیتی که دارن اجازه این کار میدن. این کشوری که دایی ها هستن کجا هست؟ امریکا. خب امریکا این امکان رو خواهید داشت اگر شما بتونید ورود قانونی داشته باشید به این مملکت و اینجا به شما مخصوصا اجازه کار بدن. اگر از اون راه ها وارد بشید بعدش میتونید ترکیب این دور داشته باشید، ولی باید بدونید باید آدم مرتب و منظمی باشید، آدمی هستید که حالا به هر حال باید وقت اصلی و اساسیتون صرف درس و کار بشه تا اینکه بتونید خودتون اداره کنید. البته اگر بتونید آدم مرتب و منظمی باشید، از یه نوع دیسپلین، یعنی سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، خودتون اداره کنید، انضباط داشته باشید و کنترل خودتون رو داشته باشید، هم سبب میشه شما خودتون رو بتونید بسازید، هم از خودتون آدم بهتر و برتری به وجود بیارید. ولی حاضر باید باشید راهش رو برید عزیز، یعنی هزینه‌اش رو بپردازید، دردش رو بکشید به دلیل فایده‌ای و ضرورتی که این کار داره. ای در خودتون توانایی این نظم و ترتیب، این در حقیقت توجه به هدفتون، قبول سربالایی ها و دستانداز ها و گرفتاری ها هستید و براتون امکان ورود هست، با توجه به محدودیت و محرومیتی که میگید در ایران دارید، خب به نظر من احتمالا میتونه انتخاب درستی باشه. من از نظر شرایط روحی و اینا هم خیلی به خانواده وابستگی آنچنانی ندارم، ولی فکر میکنم اگه برم اونجا خیلی به هم فشار بیاد. نه آخه این دوتا که عکس هم هن. من برگردم بگم بسیار چاقم ولی استخونام پیداست، یعنی شما وابستگی ندارید. نه راجب بتون از چی فشار بیاد عزیز؟ که مثلا پدر مادر رو نمیدونم همون دوریش که خب پس وابسته. برای ببینید عزیز، خب این یکی از اون مسائل داستان مهاجرت با خودش غم فراق و دوری رو داره، جدایی رو داره، تنهایی نداره ولی جدایی داره. مفهوم جدایی هم این است که با عزیزانم نیستم، اینا هزینه هست. بچه کوچولو وقتی میره مدرسه، من مدرسه رو دوست داره، غالب اوقات نه، برخی از کشورهای که بچه ها متنفرن از مدرسه، بعد تازه تنفرشون بیشتر میشه برای از پدر مادر و خانه جدا بشه. خب اینا هزینه زندگی عزیز. به همجاست که من حرفم به شما اینه که اگر در خودت بینید که ناراحت بشی بشون اهمیت نمیده. من تمام عمرم ناراحت بودم، ناراحتم خواهم. دنیا رو که عزیز نه ناراحت بشی جان. نه خب آخه من نه، من که نمیدونم عزیز، من قضاوت شما رو، شما حرفی که زدید چون زد و نقیزه، میخوام تکلیف تو خاطر روشن کنید. من اگر مدعی
ببین عزیز، ماجرای استقلال یعنی چی؟ استقلال یعنی من یک برای رفع نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی خودم به دیگری محتاج نیستم یا دیگران رو محتاج خودم نمی‌بینم. این اول، من خودکفام، سلف سفیشنت، یعنی من میتونم خودم رو اداره کنم از نظر رفع احتیاجاتم، نیدم. دو، احساس و اندیشه من از احساس و اندیشه دیگران جداست. اونا افکار خودشون دارن، اعتقادات خودشون دارن، چیزایی رو دوست دارن یا دوست ندارن، منم مال خودم دارم، حالا ممکنه شبیه باشه یا نباشه. هیچ دلیلی هم نمیبینم که یا از نظر احتیاج به اونا بچسبم یا از نظر احساس یا از نظر عقیده. اون میشه اسمش استقلال. و بنابراین معناش اینه که من رو پای خودم ایستادم و برای خودم زندگی میکنم، برای خودم فکر میکنم، برای خودم حس میکنم، احساس میکنم و عمل میکنم. اگه شما مدعی هستید که آدم مستقلی هستید، حرفی نیست. اما ببینید، اشکال کار بسیاری از آدم ها در دنیا اینه که مستقل نیستن، جدان، یا بدتر از اون تنهان. اگه من رفتم تو اتاق، در خودم رو بستم، با هیچ کس کاری نشون میده، بدای استقلال بکنم. چه استقلالی؟ استقلال وقتی است که تو همه جا هستم و عقیده و نظرم و استقلال خودم رو حفظ کنم، ولی من در رو ببندم، جدام، منزویم، separated, isolated. انزوا معناش بودن همه جاست و بر با پای خود راه رفتن، با مغز خود فکر کردن، با زبون خود حرف زدن. و الا اینکه من راهی نرم و حرفی نزنم و فکری هم نکنم، که اسمش استقلال، اسم اون جدایی است. خیلی که عمیق و سنگین و نوع بدش باشه، یعنی بی کسی است که میشه تنهایی. بنابراین این دو تا رو با هم مخلوط نکنید. من ممکنه با پدر مادرم سر خیلی چیزا اختلاف داشته باشم، با اونا در جنگ باشم، حوصله‌شون نداشته باشم، نخوام باشون حرف بزنم، برم تو اتاقم درو ببندم، من که ادای استقلال بکنم. اینی که مسائل با هم نبود مخلوط کرد. اگر آدم مستقلی هستید عزیز، مشکلی تو امریکا نخواهیدش. اگر آدم جدایی هستید، خب یه فایده‌ای داره دیگه، اون اجبار رو برای یه مقدار ارتباطات ندارید. ولی آدم جدا اینجا هم که بیاد جداست، یعنی از جامعه جداست، از محیط کارش جداست، از مدرسه جداست. خب جدایی آدم از پادر میاره، یعنی اون شکایت بزرگی است که عارف بزرگ ما مولانا داره، بشنو از نیچون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. اون قصه جدایی است، اون شکایت داره، دردناک معلوم، ولی قابل تحمل حتما. روزی که آدم وحشت نکنه، روزی که آدم وابسته نباشه، میتونه جدا بشه. ولی روزی که من فکر کنم اگر مادرم رفت، مثل یه بچه یه سال من میمیرم، تموم میشم، اونم مرده، نابود شده، خب اون چیزی نیست که ساده باشه، آدم ها رو از هم میپاشه. این که یه دی میان مادام که مستقلن، در شرایط عادی مسئله پیدا نمیکنه. اگر آدم های جدا و منزوی باشن، اینجا میتونن جداتر و تناتر و منزویتر هم بشن، برای که اونجا حداقل یه مقدار قواعد بازی رو میدونید، یه جوری میتونید خودتون رو مشغول کنید. اینجا اونم نیست. ولی اگر آدمی هستید که حاضرید هزینهشو بپردازید، یعنی رفتید توی مغازه میگید این کفش چقدر، میگن 10,000 تومان، حاضرید 10,000 تومان بدید، کفش بهتون میدن. ولی اینکه کفش رو من بده پولم هم نمیخوام بدم که نداریم. بنابراین ما تو دنیایی هستیم عزیز که بسیاری از اوقات تار و پودش رو با درد و رنج درست کردن و اصلا خارج از اون راهی نیست. و اگر شما مرد این راهید، میتونید بیاد. اگر اجازه ورود رو دارید، که به نظر میرسه دارید، اگر اینجا برای راهنمایی کنن و کمکتون کنن، یه حد اقلایی برای یکی دو ماهی برای شما فراهم کنن، اگر میتونید بی خودی دلتنگی نکنید که دلم میخواد کنار مادرم با شما رو باشم، دعوا ممکنه بکنم، اگر از این بازی ها در اومدید، از بچگی در اومدید و مدعی استقلال هستید و معنای استقلال رو متوجه میشید، این راه شماست. ولی اگر آی دکتر، من خیلی وابستگی ندارم، ولی مامانم خیلی به من وابسته است. هی به من میگه که منم میخوام باهات بیام، میخوام از من دور باشی. نه ببینید، صبر کنید، صبر. دقیقا همینجاست. هرگز وابستگی یه طرفه نیست. روزی که مادر شما به شما وابسته، شما به ایشون وابسته. میخوام برم، به تو هم مربوط نیست، ناراحت هم میشه باش. از ناراحتی اونم ناراحت نمیشه. یادتونه بحث استقلال چی بود؟ احساس تو احساس تو، احساس من احساس من. تو ناراحت میشی از رفتن من؟ متاسفم، ای کاش نبود. اگه کاری هم برات بکنم میتونم بکنم. من ناراحت نیست، من نه تنها ناراحت نیستم از اینکه از تو جدا بشم، از ناراحتی تو هم ناراحت نیستم. و اینا وابستگی است. برام این وابستگی عزیز همین هست که میگم اینا رو باید فهمید. وابستگی دو طرفه است. روزی که شما میگید مادر من به من وابسته است، یعنی منم به اون وابسته، یعنی وقتی اون ناراحت میشه من ناراحت میشم.
وقتی اون احساس بد کنه من احساس بکنه وابستگی است. دکتر استقلال داره با درد مریضش که مریض نمیشه. هی مریض درد بگیشه دکتر هم گه درد منم داره میره بالا. بنابراین مادر شما وقتی میگه منم میخوام با شما، من اصلا بقیه رو نمیخوام وارد بحثش بشم. ایشون میتونن میخوان، اون یه قصه دیگری است. ایشون هم خودش به عنوان یه آدم مطرحه، ولی اگر ایشون آمده زندگیش رو به تو چسبونده، تو هم به او چسبیدی عزیز. اینکه حالا یکی میخواد خودشو بکنه یه قصه دیگری است، ولی همکاری دو طرف رو میخواد. بچه باید از مادر، از شکم مادر بیرون بیاد، مادرم باید جرأت کنه بند ناف رو ببره. ولی اگر بچه از شکم مادر بیرون اومد، مادر حاضر نمیشه بند ناف رو ببره، هم مادر هم بچه هر دو میمیره. برای این راجع به موضوع با یه مشاورم صحبت کنید و مادرم اگر این حرفا و بازی ها رو در میارن راه کنن. ما اومدیم تو این دنیا که بچه هم برن، ما نمیدیم بچه هم بچسبیم. از همون روز اول اصلا قاعده خلقت این که بچه اولین چرا میخواد راه بره، اون هم اشتیاق داره، 150 دفعه زمین میخوره بلند میشه تا راه میره، برای که میخواد بره. شما در حیوانات هم باید بزرگ بشن برن، حیوانات که بچه درست میکنن برای خودشون بچسبونن. قاعده طبیعت این نیست. بعد از که طبیعت به در مادر رو اگر 25 سال 30 سال بودن ازدواج کردن، 25 سال 30 سال زودتر از بچه ها میبره. جهان این گونه درست شده. اینی که این من بخوام یه جوری قاعده در روز کم نمیستم. من پیام ها رستم برای آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باید صحبت کردم. مرسی لطف کردیم. بینگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. کنسرت بداهه نوازی کیهان کلهور و اردول ارزنجان برای نخستین بار در بریتانیا، پنجشنبه 14 جوان ادینبرو کوینز هال، جمعه 15 جوان لندن باربیکن. تلفن 0207-638-88-91 سون پروموشن. دکتر ادموند تاش، دندان پزشک، جراح و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار، در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه ها و برطرف سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان ها، بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه ها پذیرفته می شوند. ویلشر پریودانتیست ان ایمپلنت سرژیکال سنتر، واقع در 6200 ویلشر بولوار، سویت 1409. برای مدتی محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلنت را با قیمت $759 به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. تلفن 323-939-9944. دکتر ادموند تاش، خالق لبخندی زیبا. مطب ها در لس آنجلس و سان دیگو. استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. آژانس تمیری چیزو بی‌نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم. با بهای ارزان بهتر از این و از آن، هر کجا بری تو من با تو هستم. آژانس امیری، بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی به سراسر جهان، تورهای تابستانی روسیه را در ماهای جون، جولای و آگست اعلام می‌دارد. دیدار از مسکو و سنت پترزبورگ، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، بهترین سرویس، تخصص و دانش تورهای آژانس امیری با 44 سال سابقه می‌باشد. تلفن اطلاعات 818-758-2626. آژانس امیری، چه خوب و بی نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم. با باهای ارزون بهتر از این و از اون، هر کجا بری تو من با تو هستم. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون.
داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا و کانادا. جمعه 6 جولای فرانکفورت، شنبه 7 جولای دوسلدورف، یک شنبه 8 جولای آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 جولای کلن، چهار شنبه و پنج شنبه 11 و 12 جولای هامبورگ، جمعه 13 جولای گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 جولای استکهلم، دوشنبه و چهار شنبه 16 و 18 جولای لندن، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای ونکوور. کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. همچنین می توانید با تلفن 310-926-5026 اطلاعات بیشتر را دریافت کنید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه کنید. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. اجازه میخوام این نکته را عرض کنم که از روز جمعه ششم جولای در سفر اروپا 27 کنفرانس در اروپا و کانادا خواهم داشت که به ترتیب از شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کلن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و ونکوور. افتخار این دارم که در خدمت هموطنان و همزبانان خوب و عزیز باشم. اطلاعات بیشتر از وبسایت هم میتونید دریافت کنید و اگر اطلاعات رو درباره آلمان میخواید و یا آمستردام، که البته اگر از هلند تلفن میکنید 2049 رو هم باید بگیرید. شماره تلفنی که هست
برای دوستانی که در آلمان هستن 0 شاید بشه گفت 151 529 0 55 55. و اون چی که مربوط به استکهلم هست یا گوتنبرگ از سوئد 0 73 69 364. ولی به هر حال میتونید با تلفن 310 926 50 26 یا وبسایت من تماس بگیرید، یا اگر دوستانی آشنا نیستن میتونن از عزیزانشون بخوان که در خصوص زمان برنامه، محل برنامه و عنوان سخنرانی اطلاعات بیشتر رو دریافت کنند. و امیدوار هستم جمعی از دوستان خوب و عزیز رو بتونم در این سفر دیدار کنم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای دکتر. ممنون شما، بلندتر صحبت کنیم، بفرمایید. بله، سوال من در مورد اینی که میخواستم یه راهنمایی از شما میخواستم در مورد اینکه من پسر بزرگم که در امریکا به دنیا اومده و اینجا بزرگ شده، اینجا تحصیل کرده، الان تحصیلات عالیه داره، ایشون دوچار یک که ما رو در واقع ناراحت میکنه، ایشون خیلی خیلی ضد آمریکایی شدن و به خاطر این موضوع رفتارش فوق العاده خیلی عجیب و سب کنید. چند تا فرزند دارید شما؟ من داره 4 تا فرزند هستم. اونا چند سالن؟ همشون وارد دانشگاهی هستن، همشون از سن 20 ساله دارم تا 25 ساله. خب حالا سوال من این است که ایشون با حکومت و سیاست و دولت امریکا مسئله داره یا با امریکایی مردم امریکا یا هر دو؟ من فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم یه جوری با هر دو، ولی این تعصبی که پیدا کرده در مورد این باعث شده که تعصب یعنی چی؟ یعنی چی صبر کنید. چی میگه، چی کار میکنه؟ ایشون الان در رشته پزشکی هستن و خیلی هم تو کارش موفقه، ولی طرز فکری که داره باعث شده که واقعا باعث رنجش. سرکار خانم میشه لطف کنید سوال منو جواب بدی؟ بفرمایید. میگم ایشون چی میگه، نگید نه سبب شده، من با سبب چیکار دارم؟ ایشون چه باورها و اعتقادات یا حرفایی میزنه یا چه کارایی میکنه؟ من نتیجه اعمال و رفتارشون رو نمیخوام، چه برای که بذارید من بفهمیدم من با کی طرفم. ولی اون که سبب شده، خب سبب ایشون میتونن توی مرکز این حرفا رو بزنن، یه عده آدم بیمار ردنک امریکایی بکشنش، یه جای دیگه بکنن براش دست بزنن چون اونا مثل ایشون با امریکایی ها بدن. به سبب گاینش به من بگید ایشون چه باور، اعتقاد، حرفایی چی میزنه، کلیاتش، و دوم چه کارایی میکنه، رفتارش چی؟ نه کار بدی انجام نمیده، فقط منظور اینه که دوست نداره که خانوادش با اینکه ما اینجا زندگی میکنیم، دوست نداره خانوادش با هیچ آمریکایی در تماس باشه. یعنی چی دوست نداره؟ دوست نداره یعنی اینکه شما فرض کنید اگر برای مثالش روشن‌تر، این که الان مثلا دختر تنها دختر من که خواهر کوچکتر ایشون میشه، ایشون هم سال آخر دانشگاه هستن، ایشون با یک فرد جوان خیلی خیلی خوب آمریکایی آشنا شدن و چند ساله، در واقع الان حدود 4-5 ساله که با هم آشنا شدن و الان رابطه شون تقریبا جدیه و خیلی خیلی به هم دیگه احترام میذارن، خیلی به هم علاقه دارن و روابط این دوتا حتی از بابت من و پدرش کاملا پسندیده است و مورد قبول واقع هست و ما هیچ موردی، هیچ نگرانی داریم. سرکار خانم میشه لطف کنید، قربونتون، به من لطف کنید جواب بدید. اگه میخواید از من کمک بگیرید سوال من جواب بدید، میخواید خودتون سخنرانی کنید من در خدمت بازم بشتوید. عزیز صبر کنید، الان سر همین موضوع میگه چرا با این دوستی یا ازدواج خواهرش با این آقا مخالفه. این امریکایی چه عیب و ایرادی داره؟ من هنوز نمیدونم پسر شما اصلا فکر، ببینید میتونه فکر بکنه امریکایی شاخ داره، میتونه فکر کنه امریکایی بیرحمه، میتونه فکر کنه امریکایی خدا ناشناس. من نمیدونم عزیز، شما اگر لطف کردید من تلفن کردید و این فهم کمک، لطف کنید فقط سوال منو جواب بدید، ایشون معتقد امریکایی چه اشکالی داره؟ آقای دکتر همینو من نمیدونم. پس من شما بذارید من با یکی دیگه صحبت. شما نمیدونید پسرتون چی فکر میکنه، نه به فرموده خودتون پسرتون کاری میکنه. وقتی که به شما میگه با این
رابطه مخالفه آدم دلیل داره، قدش بلنده، پوسته سفیده، فارسی بلد نیست، ایران نمیخواد. من نمیدونم شما به من برای شناخت یه آدم، من تا به حال نه من و نه بینندگان خوب عزیز نفهمیدم پسر شما چی فکر میکنه و چی کار میکنه. کاری که فرمودید هیچ. خب پس هیچ. شما چرا اینقدر نگران؟ کسی که هیچ کاری نمیکنه من تو ذهنم هر چی هست. این یه طرف. دوم، حرفی اگر میزنه چون ممکنه باز درد سر بشه و مسئله بشه، یا اعتقادی داره ممکنه مسئله بشه که همه باید بمیرن یا من همه رو یه روزی میکشم، خب من نگران کننده است. ایشون چی میگه؟ بله، به اون مرحله داره میرسه که ایشون به من و پدرش گفته که اگر بخواد این موضوع جدی پیش بره، شماها باید بین من و اون یکی انتخاب کنید، یا اینکه من پسر شما هستم، یا اینکه یک فرد آمریکایی رو بیارید به خانوادتون به عنوان. چرا آمریکایی وقتی به خانواده بیاد چه اتفاقی میاد؟ دقیقا همینو میخوام بدونم که چرا اون همچین افکاری رو داره، چرا اینجوری تصورشه، چرا فکر میکنه با این. من چه میدونم سر کنم؟ با این که من همیشه این. نه شما حالتون بده عزیز، پسرتون رو کنن شون. نه حالتون بده عزیز، شما یه اشکالی تو این نظام قربونتون. شما از یکی دیگه میپرسید چرا صندلی که نمیدونید چیه، چرا اونجای اتاقیست که نمیدونید کجاست؟ من چه میدونم که چرا فرزند شما چنینه؟ اصلا من میدونم فرزند شما چی هست. اگه شما برگردید بگید فرزند من فوش میده همینجوری تو خیابون به امریکا، یا من میتونم بگم شاید مشکلش این باشه. ولی وقتی شما هیچ جی راجع به فرزندتون به من نمیگید، اصلا از کجا شما بچه دارید؟ ببینید عزیز، این هم اصرار داشتید روی خط بیاد و خیلی موضوع مهم است. هنو نفهمیدم. من میتونم خیلی راحت عادی تلقی کنم که پسری از یه پسر دیگه خوشش نمیاد، فکر کنه این نباید بشه. میتونم اینجوری فکر کنم که یه مردیست که گرفتاری های روانی داره، فکر کنه یه کسی میخواد بره با خواهرش همخوابه بشه، این کارو دوست نداره، یا فکر کنه این کارو ایرانی میتونه بکنه، امریکایی نمیتونه. همه این چیزها هست، اینا از یه موضوع عادیه، یه عقیده، یه نظر، یه موافقت، یه مخالفت میتونه شد تا یه بیماری کامل روانی. برای پسر شما که تو امریکا متولد شده، الان تو محیط کارش، اگر یه چیزی میدونید راجعش، من تو محیط کارش با دانشجوها، با استادا رفت آمد داره، رابطه داره، باشون میره غذا بخوره، باشون حرف میزنه، باشون سینما میره، باشون درس میخونه. من دارم پسر شما با امریکایی چی کار میکنه؟ ای اینو میدونی؟ در حدی که بتونه بله با اساتیدش بخواد رابطه برقرار بکنه، در اون حد بله، ولی اونجوری که بخواد رابطه نزدیک داشته باشه، تا اونجا که من میدونم بیشتر رابطه نزدیکش با دوستان و آشنایان نزدیک ایرانی بیشتر تمایل داره. بچه های ایرانی راجبش چی میگه؟ میدونم که چند تا دانشجوهای ایرانی هستن که با هم هستن، همشون هم فکر رو مثل خودش هستن، ولی مطمئن نیستم. من هیچ وقت حقیقتا با بقیه شون اذیت هم نکنید خانم. هم فکر هستن، فکر اینا چیه؟ بر پسرتون امری این ایرانیان که با پسر شما هم فکر هستن چه هست؟ چه فکری دارن؟ من و شنوندگان و بینندگان هنوز نفهمیدیم پسر شما چه افکاری داره. بعد شما میگید با هم هم فکرن. من میگم من و شما هم فکریم، ولی من اصلا شما رو نمیشناسم، هرگز هم با هم حرف نزدیم. چه در چه زمینه ای ما اینا با هم هم فکرن؟ ولی من نمیدونم بقیه رو، ولی من فقط مشکلم در مورد پسر خودم رو میخوام مطرح کنم. اینو میخوام بدونم که چطور ممکنه پسری که اینجا به دنیا اومده، اینجا بزرگ میشه، چطور میتونه اینقدر ضد فرهنگ اینجا بشه و خیلی خیلی تمایل پیدا بکنه، شدیدم تعصب شدیدی پیدا بکنه به فرهنگ و فرهنگ پدر و مادرش، که ما هم تو خونه با اینکه تو این خانواده هستیم همچین تعصبی نداریم اونچنانی که ایشون داره. من نمیفهمم میتونست معنوسی چی از ایشون، نه در جهت افکارش راجع به امریکا شنیدم نه راجع به ایران. ایشون راجع به ایران و ایرانی چه میگن، چه اعتقادی دارن، چه مطلبی بیان میکنن که تعصب اسم وقتی من برمیگردم میگم
سبز اینجوریه، سیاه اینجوریه، سفید اونجوریه، میگه تعصب نژادی. وقتی بگم این دین درسته، اون دین باطله، اینا رو باید کشت، اینا باید همه کاره بشن، میشن تعصب مذهبی. به من بفرمایید تعصب ایرانی پسر شما چه هست؟ یعنی ایران رو و ایرانی رو کجا غیر عادی، برتر، برجسته تر از بقیه میدونه؟ در همه موردی ایرانی رو برتر می‌دونه. مثلا چه مورد؟ شو به عنوان یک ایرانی توی جامعه، تو هر مکان و جایی که هست، وقتی که نشون میده با افتخار زیاد نشون میده و فقط فکر میکنه ایرانی هست که توی دنیا برتری داره. و پس بیماره پسرتون، پسرتون مریض و دیوونه است. آدم برگرده بگه ایرانی است که فقط در جهان برتری داره، بهتره و برتری داره، بیماره. آقای دکتر، من اینو متوجه هستم، میخوام بدون از شما کمک میخوام، میخوام ببینم که چطور من میتونم ایشونو کمکش بکنم. بادر دکتر عزیز، اگر یه کسی به من برگرده بگه امریکایی بهترین و برترینه، هندو بهترین و برترینه، سیاه برترین و بهترینه، بیماره. کجا باید بده دکتر؟ پسر شما علائمی از بیماری رو نه، من هنوز ندیدم، نه علائمی نشون نمیده. اذیت نشید، شما نشون میده. شما یه موضوعی رو که ای بسا ساده است، مخالفت یک پسرتون رو با ازدواج خواهرش رو تبریک به موضوع ایران امریکا، یا پسر شما اصولا آدم منزوی گوشه نشین است و از آنچه که در جامعه و فرهنگ امریکا میگذره خوشش نمیاد، این رو شما به حساب بدی امریکایی‌ها و خوبی ایرانی‌ها گذاشتید. او اینجوری فکر نمی‌کنه. بسیاری از آدم‌ها هستن که تو جامعه‌ای که هستن به اونجا تعلق ندارن، اصلا نمی‌خوان زندگی کنن، می‌خوان از اونجا بیام. عین دوست خوب عزیزی که هفته در مرحله قبل گفت من تو ایران نمی‌تونم زندگی کنم، نمی‌خوام، می‌خوام بیام. می‌خوام این نه معناش این است که امریکایی رو بالا می‌دونه، نه ایرانی رو بد می‌دونه، محیط زندگی شرایطش هست. آدمایی هستن که تو ایرانن یا تو امریکان، از خونه نمیخوان بیان. تو ایرانن از هرچی ایرانی متنفرن، تو امریکان از هرچی امریکایی متنفرن، ولی بیمارن. برای اینکه معنایی نداره که ایرانی برتر و بالاتر. یعنی چی؟ در چه زمینه‌ای؟ ملاک چیه؟ یه امتیاز شاید داشته باشه، به لهجه خاصی فارسی حرف میزنه. خب اینم آدمم تا یاد بگیرم برام، این امتیازی نیست. یعنی حرفایی که شما من میزنید نشون دهنده این است که اگر شما اطلاعاتی ندارید که نمیتونید حکم کنید، فرزندتون عیب و ایراد داره، شما راجع به افکارش هیچی نمیدونید، کاراش هم میفرمایید هیچ کاری نمیکنه، هیچ بهش راحت بخون. بعدم برگشته به شما گفته بین من و داماد امریکایی انتخاب کنید، شما مطمئن باشید که اگه دخترتون که پسری رو دوست داره، پسری هم رو دوست داره و به گفته شما مناسبه، که امیدوارم بدونید چی دارید میگید، ولی اگر چنینه پسرتون اینو مبنا قرار میده که یا بین من و امریکا بونید، ما دختر خواهر توی اینجا هم امریکاست، آزادی داره برای خود شوهر انتخاب کنه. خب من و تو میتونیم خوشحال باشیم یا نباشیم، موافق باشیم یا نباشیم، ولی اون کار خودشو میکنه. ولی علائمی نشون. حالا یه سوال ازتون هم، تو لطفا دقت کنید، تو خانواده پدری و مادری شما بیمار روانی چه بوده؟ خوشبختانه هیچ وقت اصلا نبودم. چه چیزی؟ اصلا شما بیمار روانی نداشتی؟ نه، تا اونجا که من اطلاع دارم نه. من البته خیلی وقت از خونه، از ایران به دور هستم، ولی تا اونجا که اطلاعی دارم نه، هیچ کس رو من غیر عادی نداشتی. هیچ آدم وسواسی و نگران نداشتی؟ نه اتفاقا. شما خودتون چی آدم نگران نیستی؟ حقیقتش رو بخواین اتفاقا من کاملا برعکسش هستم، خیلی همیشه تا به حال آدم خیلی ریلکس و به قول اینجا یه لید بک بودم و هستم همیشه. نه اینجور تعصبات هم ندارم. من میتونم درباره شما نظر بدم؟ خواهش میکنم. تو انکار کامل کاملی، شما کامل آدم مضطرب نگران وحشت زده ای هست، بعد یاد گرفتی برو خودتون نیاد، شما تو دینایل تمامی دزیست. یعنی با تو موافقم به خاطر جوی که پیش اومده در الان در مورد خانوادگی. بله خیلی زیاد الان توی مکانی هستم که خیلی خیلی گم و گیج لاست هستم، نمیدونم، هیچ دستگیری به هیچ جایی ندارم، نمیدونم چه کار باید بکنم. من به عنوان مادر نمیتونم از حق دخترم بگذرم که به پسرم برسم و نمیتونم خواستای پسر، نمیتونم
پسرم رو اگنور بکنم، نمیدونم چه کار باید بکنم. ساده است، شما که اینقدر دانا و آگاه هستید، اگر کسی حرف مفسد میگه برو دنبال کارت، حرف درست طرفداری میکنه. چرا شما موضوع پسر من همین بوده آقای دکتر؟ منم الان هم این کارو بکنین، الان هم حرف این است که پسر حرف یه بدتر داره میشه. یعنی چی؟ داره بیشتر و بیشتر داره باعث درگیری بیشتر، هر چی بیشتر ما داریم جلو سر میریم. چه درگیری پیدا شده تا با حال که درگیری بیشتر میشه؟ درگیری حتی تبدیل به خشونت شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون خیلی خیلی تمپری شده، هر چی دم دستش باشه، به محض اینکه اصلا اسم حرف این برنامه وصلت پیش میاد، بلند میشه یه چیز رو پرت میکنه به سوی هر کسی که باشه و تبدیل به خشونت شده. فرزن شما بیمار عزیز، فرزن شما داره بیماری ای بسا اسکیزوفرنی رو نشون میده. شما تو خانوادتون چک کنید عزیز، شما خودتون علامت شو دارید عزیز دل. موضوع جدیست. بعد شما من میگید فرزند شما هیچ واکنشی هم نشون نمیده، عقیده هم مثلا تو این داد و بیدادا هیچ حرفی نمیزنه، هیچی، فقط میزنه میشکنه، یک جمله از زنش در نمیاد. چرا؟ ببینید اجازه بدید. مثلا چی میگه راجب امریکایی ها؟ اونا رو امریکایی رو هیچ وقت من میدونم توی همین روز ویکند اینجا بودن و صحبتی کردیم و دوباره همون برنامه زده خورد خانوادگی پیش اومد که با اولش خیلی خیلی ملایم و صحبت ملایم داشتیم میکردیم که بعد منتهی شد به خشونت و به کارهای بالاتر. خشونت یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ خشونت یعنی که همجوری که نشسته بودیم میز و صندلی رو پرت کرد و شروع کرد رفت بیرون، از خونه زد بیرون، شروع کرد با صدای بلند بلند گریه کردن، داد زدن، که من حتی رفتم دنبالش، یه پارکی نزدیک خونه هست اونجا دیدمش، رفتم باهاش صحبت کردم، نشستم ساعتها با هم نشستم صحبت کردم. چی میگفت؟ چی میگفت؟ حرفش اینه که شدیداً فقط مخالفت میکنه، نمیخواد خواهرش، علت اینی که میگه که خواهرش نمیخواد با آمریکایی باشه به خاطر اینکه اینو به من گفت، اوپن شد با من و به من گفتش که همین مشکل خودش داره و این مشکل سازه برای تمام پسرای ایرانی که در اینجا هستن. چرا ما پسر ایرانی نمیتونیم به هیچ دختر ایرانی رابطه برقرار کنیم؟ به خاطر که تمام دختر ایرانی در اینجا اونجوری که اون میگفت، این گفته اونه، تمایل دارن به طرف تمام پسرای ایرانی، در حالی که میگفت من دانشجو پزشکی هستم، من هنسام هستم، من فلانم بیسارم اینجوری هستم. چرا هیچ کسی اجازه به من نمیده، این فرصت رو به من نمیده که منو بشناسن؟ و همشون، و چون خواهر منم یکی از اوناست و اینا همه برای من شرم‌آوره، برای من شرم‌آوره که ببینم یکی از دختر خانواده منم تبدیل میشه به دخترای ایرانی دیگه که فقط تمایل دارن، گرایش دارن در واقع به طرف فقط جوانای آمریکایی، که با اینکه آمریکایی‌ها هیچی نیستن، هیچ برتری نسبت به من ندارن، ولی چرا این؟ خب اگر شما به ایشون بگید 90% دخترای ایرانی با بچه پسرای ایرانی ازدواج میکنن، هیچ دختر ایرانی رو نداره، حرفا چرت و پرتا چیه؟ منم با نظرش موافق نیستم. آخه عزیز من، ایشون که واقع عزیز من، برگشتم گفتم آدم ها 10 مترند، با نظرش واقع موافق نیستم. این چی وقتی یکی کسی میگه آدم ها 10 مترند، معلومه واقع بین نیست. بعدم شما که از اول هیچی نمیرسید، حالا همه چیز میدونید. نه عزیز، نه، ببینید شما میخواید به طریقی که خودتون زندگی کردید که خیلی عجیب و غریبه، اولا تردید ندارم چون بینندگان میشم، دقیقا تو خانواده شما بیماری های جدی روانی است، جدی روانی است، خانواده پدری و مادری شما به خصوص. چک کنید بپرسید. دوم، فرزند شما بر اساس آنچه به من میفرمایید بیماره، که من گریه کنم؟ دو، ایشون میتونه یه دختر ایرانی معلش نذاشته از اونجا تبدیل کرده کینه با او رو نسبت به همگان، باید تأمین یه دختر ایرانی معلش نذاشته یا نخواسته از اونجا داستان شده به همین سادگی. بعدم فکر کرده همه چی داره، برای که فرزند اوله شما طلم بذارید بالش کردید، هنسم هم هست، دانشجوی پزشکی هم هست، خدای روی زمینه، کسی معلش نذاشته بهش برخورد، حالا دشمن همه شده. خطر من، بعدم من با پدر مادرم دارم بحث کنم، تو امریکا بزرگ شدم، به آزادی عقیده و بیان و معتقدم، بعد بذارم چیزا رو بشکنم، بعدم داد بزنم، بعد از خونه برم بیرون، بعد برم تو پارک بشینم گریه کنم که دختر خواهر منم داره میره سراغم، چی مثلا بره سراغ یه ایرانی؟ میگه وقت بعد نه. ببینید
از علائم علائم بیماری است عزیز. لطفاً چک کنید. عرض من جدی بگید. امیدوارم من اشتباه کنم. خیلی از اوقات من اشتباه میکنم. اینم یکی از اوناست. چک کنید. بله دکتر، من در این مورد مطمئن هستم. میدونم که ایشون علائم بیماری دارن. فقط نظر بیمار اسکیزوفرنی ایشون بود که چیکار میتونم در این مورد دکتر عزیز خیلی جا من به شما برگشتم دستم که در مورد به ایشون بتونه کمک بکنه که در رابطه با این موضوع باشه که بتونه بهتر کمکش بکنه. چه دکتر دوا واقعا فکر میکنیم به استیج رسیده که واقعا مدیکیشن میتونه کمک بیش از اون ایشون هست گرفتار عزیز جان بیش از اون گرفتار ایشون 100% دارو میخواد. ایشون پسر شما تو مرحله بریک نروس بریک داون به یک اعتباره میشه واسه در اصلا پاشیده میشه. شما اصلا متوجه نیستید عزیز. این علائم علائم بچه 24-5 ساله دانشجوی پزشکی نیست که خارج خود با یه امریکایی سوش. بعد حرفایی که میزنید شما تا بار گفتید حرف تو هم نمیزن. به هر حال مواظب خودتون باشید. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. و کانادا جمعه 6 جولای فرانکفورت، شنبه 7 جولای دوسلدورف، یک شنبه 8 جولای آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 جولای کلن، چهار شنبه و پنج شنبه 11 و 12 جولای هامبورگ، جمعه 13 جولای گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 جولای استکهلم، دوشنبه و چهار شنبه 16 و 18 جولای لندن، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای ونکوور. کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. همچنین می توانید با تلفن 310-926-5026 اطلاعات بیشتر را دریافت کنید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه کنید. دکتر ادموند تاش، دندان پزشک، جراح و متخصص بیماری های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار، در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه ها و برطرف سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان ها بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه ها پذیرفته می شوند. ویلشر پریودانتیست ان ایمپلنت سرژیکال سنتر واقع در 6200 ویلشر بولوار سویت 1409. برای مدت محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلنت را با قیمت $759 به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. تلفن 323-939-9944. دکتر ادموند تاش خالق لبخندی زیبا. مطب ها در لس آنجلس و سان دیگو. استارتک نرخ‌های ارزان جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کند. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. آژانس تمیری جیبو بی‌نظیری هر کجا بری تو من با تو هستم با بهای ارزان بهتر از این و از آن هر کجا بری تو من با تو هستم. آژانس امیری بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی به سراسر جهان تورهای تابستانی روسیه را در ماهای جون، جولای و آگست اعلام می‌دارد. دیدار از مسکو و سنت پترزبورگ، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، بهترین سرویس، تخصص و دانش تورهای آژانس امیری با 44 سال سابقه می‌باشد. تلفن اطلاعات 818-758-2626. آژانس امیری چه خوب و بی نظیری هر کجا بری تو من با تو هستم با باهای ارزون بهتر از این و از اون هر کجا بری تو من با تو هستم. حیات ابدی از شما دعوت می کند هر شنبه 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و یک شنبه 3:30 تا 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران با کلام خدا و انجیل عیسی مسیح همراه باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از آنکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس در تالار خانوادگی صوفی. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا و ونکوور کانادا هستند میرسونم که از 6 تا 29 جولای در این سفر خواهم بود. روز جمعه 6 جولای در فرانکفورت هستم. فقط یک کنفرانس خواهم داشت 6 تا 9 بعد از ظهر، ولی سفرها شهرهای بعدی دو کنفرانس است، 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 و 7 تا 10. شنبه 7 دوسلدورف، یک شنبه 8 آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 کلن، چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 هامبورگ، جمعه 13 گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه 16 و 18 لندن، 28 و 29 جولای ونکوور کانادا. اطلاعات بیشتر رو در مورد موضوع سخنرانی، محل کنفرانس و ساعت کنفرانس رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید و یا اگر در آلمان قش دارید و مایل هستید اطلاعات رو درباره آلمان بگیرید، با تلفن 0151 529 0 55 55 تماس بگیرید. البته اگر از هلند تلفن میکنید 2049 رو احتیاج خواهید داشت. و اگر در اطلاعات راجع به سوئد میخواهید با تلفن 0736 9 364 میتونید تماس برقرار کنید. با بیننده گرامی ببخشید بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. دکتر هلاکویی، بفرمایید خانم. سلام، خسته نباشید. خواهش کنم، بفرمایید. ببخشید، من از اروپا مزاحمتون میشم و تقریبا 2 سال و خورده یک ازدواج کردم و همیشه طبق برنامه شما که گوش میدادم متوجه شدم که دوام یک زندگی مشترک و دو چیز میتونه بیشتر تضمین کنه.
یکی رابطه جنسی خوب هستش و یکی دیگه بچه ها هستن. من با کسی که ازدواج کردم خارجی هستش، از یه فرهنگ شما داخلی هستید اون خارجی سب کنید. شما داخلی هستید اون خارجی است بیچاره. خب اوکی، شما در کشور اون هستید اون خارجی شد. نه ایشون هم خارجی هستم، من هم خارجی هستم، شما هر دو نفر خارجی. شما کجا؟ نه سب کنید عزیز، شما چند سالتون عزیز؟ من 30 سالمه. چه مدتی است در اون کشور اروپا تشریف دارید؟ تقریبا 9 سال هستش. ایشون چند سالشونه و چه مدتی است در اون کشور هستن؟ ایشون 35 سالشونه و حدوداً 4 سال اونجا هستن. شما به چه زبونی با هم صحبت کنین؟ زبون همون کشوری که درش هستید؟ بله. شما چطور شد؟ و بعدش من زبون کشور ایشون رو یاد گرفتم و ایشون رو شروع کرده الان فارسی دارن یاد میگیرن. خب حالا شما برای چی تشریف بردید اروپا؟ من خانوادم اول اومدن و بعدش من دلم خواست که تحصیلاتم اونجا کامل کنم، ادامه بدم. به من بفرمایید که شما چی خوندید و چه میکنید؟ من مخابرات خوندم و سال آخر هستم. چی خوندید ببخشید؟ مخابرات. و ایشون چی خوندن؟ ایشون دکترای دارن، هنوز به ادامه میدن البته، دکترای انفرماتیک. اوکی بسیار خوب. چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟ چیزی بوده یک سال. خب چه خبر است؟ ببخشید؟ چه خبره؟ مشکل و مسئله یا موضوع چه هست؟ مشکل که هستش، ما توی اکثر روابطمون همه چیز تقریبا اوکیه، دیدمون، جهان بینیمون، ایدئولوژیامون تقریبا همه یک سوه و از این نظر یه زندگی آرومی داریم و مشکلات آنچنانی نداریم با هم دیگه. ولی چیزی که خود سخت گفتن شاید توی فرهنگ ما اینه که از ایشون خود مرد خیلی سرد مزاجی هستن به قول ایرانی گفتن و این یه خود منو نگران میکنه در مورد با آینده. الان شما را صبر کنید. آیا امکان داره من توی رابطه بذارم اجازه بدم مثلا بچه دار بشم و آیا چجوری میتونه بشه آینده این ازدواج؟ اوکی بذارید من و شما تو مخابرات هستید با هم مخابره کنیم. سوال من از شما این است که ظرف 3 ماه گذشته متوسط رابطتون در ماه چند دفعه بوده؟ 3 ماه. شما اگه یادم عدد میدارید، اگه شما توی 10 از رنج تا 10 بدین من همون یکو میدم. نه اصلا پیدا کردم. سکا خانم سوال منو جواب بدید، اداره مخابرات. سوال من این بود که ظرف 3 ماه گذشته چند دفعه رابطه داشتید؟ شاید دوبار. اوکی به من بفرمایید که ایشون خودشون رو از نظر پزشکی چک کردن که اشکالی از نظر قدرت و هورمون؟ بله با هم رفتیم، یعنی من بهشون گفتم که خیلی چیزه و دوتای با هم دیگه به فکر این افتادیم که این مشکل حل کنیم واقعا. حالا و از نظر پزشکی هیچ مشکل نداشتن. نه صبر کنید عزیزم، به سوال من جا، چون وقتمون کمه و بعد آخر کار مطلب به من بفرمایید. میدونید میزان تستوسترونشون چقدر بود؟ تستوسترونشون؟ نه راستش ما رفتیم پیش اون دکتری که سکسولوگ بود و ایشون آزمایش خون گرفتن و به من گفتن هیچ مشکلی نداره از نظر فیزیکی. نه آخه آزمایش خون معمولا احتمالا برای تستوسترون میگفتن، عددش رو به شما ندادن. نه راستیات بعد گفتن اشکال ندارن. بعد وقتی گفتید ایشون اشکال ندارن پس چرا اشکال دارن، جواب چی بود؟ گفتن این بیشتر مانتال میتونه باشه از نظر روحی. خب پس ایشون مشکل میتونه باشه. خب ایشون نه، خب ایشون قبول دارن که از نظر ذهنی مشکل دارن؟ خب میگن که مثلا نوجوانی مشکلی داشتن و همیشه روانشناس احتیاج داشتن. خب ایشون همیشه کمک روانشناس بوده. شما چرا فکر نمیکنید سختی های دوره نوجوانی و جوانی و اینجور مسائل رو حل کنن؟ و خودشون هم قبول دارن خود ایشون خیلی منظمن، خیلی وسواسن، یعنی در واقع این مشکل دارن و اینو قبول دارن. خیلی خیلی آدم منظم و مرتب و همه چی درست و اینا. نه اصلا هیچیشون درست نیست خانم. بله اصلا مرتب و منظم بودن خیلی درست نیست، این بیماریه.
بله متوجه هستم. همون اون اینقدر که منظم و اینا رو هستن، ما بعضی وقتا سر همین یه خورده فقط این مشکل داریم، چون که همیشه دوست داره منم خودش باشم و من میگم من نمیتونم چون تو خیلی به قول اینجا از حد پاتو فراتر گذاشتی و یه چیز غیر قابل منطقی میخوای که نمیشه. و اینو خودش قبول داره که مشکل داره و به خاطر اون کمک، یعنی من بیشتر پشتش میذارم که به کمک بگیره. سرکار خانم جانم ببینید، حقیقتش ببینید، شما به نظر من به دلایلی خیلی با ایران و ایرانی راحت نبودید، رفتید یه آدم وسواسی افسرده پیدا کرد که بی از خطر بی ضرر بی آزار و در نتیجه اسمش شوهر. علت چه این بوده که شما دنبال بیدردی و بیرنجی بودید؟ چه سابقه ای دارید؟ چه تجربیاتی از زندگی خانوادگی دارید؟ یا حوادث خودتون رو نمیدونم، ولی اگر فرصتی بود که متاسفانه نیست نشون میدادم که شما فکر کنید یه مرد مهمترین ویژگیش اینه که آروم و ساکت و فعال و پرکار و مرتب و منظم باشه که شما خاطرتون آسوده باشه، به شما آسیبی نمیزنه. و این آقایی که 4 سال اومده از یک کشور دیگه اومده، آمده اونجا و علائمی که نشون میدید این حالت وسواس اسمش، عزیز این بیماریه. اینقدر آدم مرتب و منظم بودن از یه حد که میگذره بیماریه، حتی بعضی وقت بستری شدن میخواد، دارو میخواد، برای اینکه جهان وحشت زده درونی است که اگر این لیوان اینجوری باشه خطر بد، احساس ناراحتی میکنه. بعد تمایل جنسی نداره، دکتر شما هم گفته، فرض من بر این میگیرم نظرش درست، که ایشون مشکل بدنی نداره، تمایل جنسی نداره به کسی که باشه ازدواج کرده، جوونه، 35 سال، شما 30 سالتونه. 2 بار در 3 ماه اونم احتمالاً در یه شرایطی با یه مقدار نگرانی، شما رفتید یه آدم افسرده یه وسواسی انتخاب کردید و فقط هم خاطرتون آسوده است که میره کار میکنه و بی خطر است و بی ضرر است و دکترم هست یا دکترم میشه و زندگی اقتصادی هم میچرخه، شما میتونید کنارش راحت و آسوده باشید، شوهرم کردید، اختیارم شما دارید، کنترلم شما دارید و گرفتاری دیگه. چون من در شما عزیز علائم اون رو میتونم ببینم و نوع حرفا و گفتگوهاتون هم هست، بنابراین اینکه با یه آدم مضطربم بعد ایشون یه قبول داره، بعدم استدلالتون به اتفاقات اشکالات نوجوانیه، نوجوانی اشکال نداره، نوجوانی یه دوره است که آدم اشکال داره یه چیزایی میزنه بیرون، حالا این نوجوانی قرار آدم یه چیزیش بشه، ایشون اونجا مسائل داشته. تازه منم که نمیدونم، شما هم که به هر حال نفرمودید یا نمیدونید، کاری من ندارم، ایشون معلومه آدم با مشکلات روانیه و شما 1 سال با این آدم آشنا بودید و تصمیم به ازدواج گرفتید و این نشون دهنده خیلی خوب بودن ایشون و رابطه نیست، این نشون دهنده فرار شماست از یه فرهنگ و جامعه دیگه. اما بعد از خوبی ایشون و شباهتاتون صحبت کنید. کدوم شباهت عزیز؟ آدم افسرده، آدم بسته، آدم شکسته، آدم وسواسی، آدم مجبور این شماست؟ بله. یک لحظه میتونم فقط چیزی که شبیه من خیلی اون نظر شما رو قبول دارم که میگید از اون چیزا فرار میکردی. بله، فرهنگ ما یه فرهنگ مردسالاری بود، من توی خانواده بودم یک پدر کاملا مردسالار و خیلی زنستیز متاسفانه و فکر کنم ایشون با اون دیدی که داشتن همیشه حرفایی که میزدن یک نگاه خیلی عادلانه بدون تبعیض جنسی، بدون خیلی این چیزا برای من جالب بود و اینا خیلی منو به طرف خودش کشید، خیلی آزادی طلب، خیلی طرفدار قانون بشه، همه این چیزایی که خیلی خوب قشنگ و خوب بود و به خاطر اونا من نتونستم تو ایران زندگی کنم، نتونستم، خیلی مشکلات گذروندم و این چیزا رو من میگم افق بود. ولی ببینید عزیز، ببینید قربونتون، لطفا دقت کنید، میخوام ببینید چه چیزایی رو ندیدید عزیز. شما جمله آخر تقریبا یادتون فرمودید آزادی طلب، درسته؟ راستم میگید آزادی طلب، ولی آدم آزادی طلب میدونید وسواس یعنی چی؟ یعنی اجبار و تکرار. ایشون در جهان بینی فلسفیش یه نگاهی داشته به آزادی انسان، به برابری انسان، به عدم تفاوت میان زن و مرد یا برابری زن و مرد، اینا حرفایی است که شما رو جذب کرده.
ولی تو زندگیش آدم وحشت زده، غمگین، نگرانی است که به زودی خشمش هم میزنه بیرون. مطمئن باشی. ولی ایشون خیلی آرومه. معلومه فعلا. من از ایشون خوشونت ندیدم هیچ وقت. خواهید دید. برای که داره همه چیزو فرو میخوره عزیز. داره ایشون جهان رو تحمل میکنه. ایشون هم بدون تحمل میکنن. برای که جهان جای سختیه. برای که در دنیا رفته آسیب دیده، بنابراین خودشو بسته. من اگر برم با 4 تا بچه بازی کنم، کتکم بزنن، دست پام بشکنم، دفعه دیگه میرم بازی میشنم تو خونه. بعدم شما میگید من میخوام کنار تو بشینم، با هم تلویزیون تماشا کنیم، حرف بزنیم، بحث فلسفی بکنیم. وای چه خوب، تو خوبی، اونا چی هم؟ ولی بعدش چی عزیز؟ شما خودتون باز یادتون هست یه جمله ما با هم صحبت کمی کردیم، 10 دقیقه حرف نزدیم، یعنی حرف شما نزدید. حرف این است که میگید تو هم باید مثل من بشی، یعنی تو هم بیا عین من نگران باش، هر چیزی باید سر جاش باشه، وسواس پیدا کن. نظم و ترتیب یه مسئله است عزیز. من اینکه یه چیزی رو لیوانی رو بردارم یه مسئله است، علی شل بگیرم ول بشه چیزی هست، اینقدر فشار بدم که خون تو دستم مرده بشه قصه دیگری است. این که نشانه سلامتی نیست، ایشون کلمه سالمی نیست عزیز. شما هم دنبال یه کسی بیستید خسته شکسته. این معلومه. ببینید بسیاری از دختران ایران که در جامعه با پدر سالاری و مادر مرد سالاری خانواده و یه مقدار به هر حال امتیازات و برتری های مرد آشنا شدن، اونایی که بعد تو زندگی آمدن تو محیط آموزشی یا دانشگاه اونجا برتری ها رو حس کردن و ضمناً یه حساسیت هایی داشتن، هم از اینکه باورهایی به برابری دارن یا ندارن، درد رو حس میکنن و بنابراین دنبال یه مرد بی ضرر بی خطر میگردن، یه مرد آروم، یه مردی که به دو چیز خاطرشون آسوده است، یکی به من خیانت نمیکنه و دوم اینکه با من بدرفتاری نمیکنه. حرفتون هم درسته، ولی این مثل اینه که من چون حرف نمیتونم بزنم، چون ببینید ایشون تصمیم گرفته خودش رو از طریق افسردگی به نظر من و وسواس و اضطراب کرخ کنه، بی حس و بی احساس کنه. ایشون کسی است که رفته تو جهان رو دیده، اتاق عمله، گفته من یه درخواست دارم، لطفا منو بی حس و بی احساس کنید. و شما بی حسی و بی احساسی ایشون رو به آرامش تعبیر کردید. ببینید عزیز، آرامش وقتی است که یک هواپیما با سرعت 1000 کیلومتر داره میره، یه اتومبیل با سرعت 150 کیلومتر داره میره، تکون نمیخوره. این آرامشه. ولی هواپیمای ایستاده و اتومبیل ایستاده که آرامش نداره. ایشون حرکتی نداره. ایشون حتی با یه کسی ازدواج کرده، 2 سال ازدواج کرده، با یه دختر 30 ساله که میخواد، تمایل جنسی داره، نمیخواد باش بخوابه. چرا نمیخواد؟ کار عجیب و غریب که نمیخواد بکنه. بدنش آمادگی نداره، بدنش نه روانی نداره، چطور خودشو میتونه متوجه این واقعیت بکنه؟ چطور شما میتونید به من برگرد بگید آدم مهربونیه؟ آدم مهربون مواظب دیگرانه، آدم مهربون برای دیگران درد و رنج میکشه. ایشون باید بره پلی دکتر بگه آقا تستوسترون من چقدره، ببرش تا مرز 1100 که من تمایل جنسی داشته باشم. بره پلی دکتر بگه من دوا بده. این کاری که نمیکنه، گرفته نشسته، میرید اونجا، بعدم برمیگرده. خب اینه ما ای بودم که دنبال این کار بودم و همیشه فشار می آوردم که بریم رسیدگی کنیم، مسئله رو حل کنیم. عزیز من، شما اذیت نشید. شما از اون ور ترسید، از این در پشتمون بیافتید، به گیر یه مرد نامرد بیافتید، از این ور افتادید به یه بیمرد. خب اینجوری یه همجاست که هنوز آدم های دو تر خوب پیدا میشن. من این رابطه رو، ایشون رو بیمار میبینم عزیز. از نظر من ایشون بیمار و گرفتارن، ایشون بستن، ایشون خستن، ایشون شکستن، ایشون غمگینن، ایشون افسردن، ایشون مضطربن، ایشون نگرانن، ایشون وسواسین، ایشون جهان بسته ای دارن، ایشون شور و شوق و هیجان و شادی ندارن، ایشون بهترین چیزشون بی دردی و بی رنجی است که برای خودشون را شما میخوان به وجود بیارن. برای که جهان جهان سختی، آدم باید بی حس و بی احساس بشه. میخواید با این زندگی کنید، انتخاب شماست، ولی دفعه دیگه قربونتون، یه ذره کمک بگیرید، تعمیم ندید. یعنی از شمایی که تحصیل کرده آدم انتظار نداره که فکر کنید توی یه جامعه ایران، چه حتی ایران چه خارج از ایران، از 10 تا مرد 2 تایی 3 تایی که آزادی رو، برابری رو، شرافت رو، کرامت رو، انسانی رو بپذیرن وجود داره. اونو پیدا کنید تا اینکه برید سراغ اون کسی که مثل پدرتون احتمالاً پدر سالار و مرد سالار بشه. به هر حال انتخاب شماست، ولی من حال ایشون رو خوب نمی‌بینم و اگر ایشون بخواد خودش رو معالجه کنه راه هست،
ولی تا اون زمان به نظر من بچه دار نشید، چون با بچه دار شدن شما و بچه میرید یه طرف، ایشون میره دنبال کارش، کار بدتر و خرابتر میشه. علاوه برای یه مرد 35 ساله و زن 30 ساله 3 ماه دو دفعه رابطه جنسی، حتی در هفته دو بارش کمه، 2 تا 3 باره، چرسه به 3 ماه که میشه 13 هفته، کار خرابه عزیز. و بعدم مسائل دیگه هم ایشون حتما دارن، ایشون رو به عنوان یه رومیت و به عنوان یه همخانه و رفع تنهایی و رفع در حقیقت بی کسی نگیرید، شما بیش از این میخواید. ولی ببخشید سوالی که هستش، آیا درست شدن هست؟ آیا اگه من انرژی بذارم، وقت بذارم و همین چیزا، شما هر بخوام سرکار خانم، شما هر انرژی بذارید به هیچ جا نمیرسید، مثل که شما تصمیم میگید غذا بخورید من سیر. ایشون باید بخواد و جرأت زندگی داشته باشه و جرأت درد داشته باشه. ایشونه که باید بخواد حاضر باشه بره توی زمین فوتبال بازی کنه، لگد بخوره، پاش بشکنه. و حالا اگر من میخوام سالم باشم، نشستم تماشا میکنم، تازه برم توی مسابقه ورزشگاه، اونجا ممکنه دعوا بشه، چیزی بشه، خزیت بشه، تو خونه میشتم، تو تلویزیون خونم فوتبال میخوام تماشا کنم. ایشون تماشاچی عزیز، ایشون بازیگر نیست، ایشون حتی حاضر نیست به میدون بره بازی رو از نزدیک تماشا کنه. بدتر هم میشه با گذشت زمان اگر خودشو معالجه نکنه، راه هست ولی او باید بخواد. ولی معمولا این آدما مشکل میتونن. پس شما ادامه رابطه رو اگر ایشون نخواد ناامیدانه میبینید؟ من نمیدونم امید و ناامیدی چیه، ولی من دارم به شما میگم ایشون با افسردگی و اضطراب با گذشت زمان بدتر میشه. اگر مگر خود شما انتخاب با شماست. برای خوش آشان باتون صحبت. همچنین خیلی خیلی ممنونم از زحماتتون. تشکر. تمنام. خوش آشدم با اتون صحبت کردم. من همینطور عزیز، خواهش کنم. بیان رجبن به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز جمعه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر است که بازپخش اون روز یکشنبه 6 تا 8 صبح خواهد بود. بنابراین به امید گفتگوی با شما روز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.